در ایران زنان سال هاست که برای احقاق حقوق خود تلاش می کنند. چه کسی باید قوانین را در جهت برابری حقوق زنان تغییر دهد؟ دولت یا حکومت؟ زنان خود چه نقشی دارند؟ در گفتگویی کوتاه با خانم منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و عضو انجمن قلم آلمان، به این موضوع پرداخته ایم. اما پیش از آن به یک گزارش در این مورد توجه کنید. دستیابی به حقوق برابر با مردان در ایران برای زنان آسان نیست. زنانی که نیمی از جامعه اند، اما بسیاری از آنها بدون اجازه همسر یا پدرانشان نمی توانند کار کنند، به تحصیل بپردازند، سفر کنند و از فرزند خود سرپرستی کنند. در طول سالیان متمادی تلاش زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مقاومت جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. این مبارزه برای بسیاری از زنان تاوان سنگینی داشته. نسرین ستوده به سالها زندان و 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شده. نرگس محمدی بارها به زندان افتاده و سلامتش را در آنجا از دست داده است. شبنم مددزاده، شیوا نظرآهاری، ژیلا بنی یعقوب و بهاره هدایت از دیگر زنانی هستند که به سالها زندان محکوم شدند، تنها برای اینکه از حقوق بشر دفاع کردند و خواهان برابری در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بودند. علی‌رغم این فشارها، زنان همچنان به فعالیت‌های اجتماعی خود ادامه می‌دهند. دانشگاه‌ها مملو از دخترانی است که به امید فردایی بهتر تحصیل می‌کنند. بیش از 60% از جامعه دانشجوی ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این زنان در صف اول جنبش‌های آزادی‌خواهی نیز می‌ایستند و در عرصه‌های سیاسی و امنیتی نیز حضور دارند و حتی به مجلس و پلیس می‌پیوندند. البته ناگفته نیست که برخی از این مشاغل به افرادی اختصاص دارد که در پی تامین نظرات سران نظام در مورد حقوق زنان باشند. زنان پلیس به سرکوب معترضان زن می‌پردازند و نمایندگان زن در مجلس به لایحه‌هایی برای محدود کردن حقوق زنان رأی می‌دهند. قانون منع سفر برای دختران مجرد زیر 40 سال بدون اجازه پدران آنها شاهدی بر این مدعا است که با حمایت کمیسیون زنان مجلس نهم به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران سن برابر 16 سال برای رأی دادن را نشانه‌ای از تساوی حقوق این دو قشر می‌داند، اما رأی‌گیری که به پایان برسد، حتی نامزدی که با شعار دفاع از حقوق زنان رأی‌های آنها را جمع کرده، 49% جمعیت 77 میلیونی ایران را فراموش می‌کند. انتخابات دیگری در ایران در راه است و شمار قابل توجهی از جمعیت رأی دهنده را زنان تشکیل می‌دهند. به همین منظور و برای اینکه ببینیم چه موانع و چه راه‌هایی برای دستیابی به حقوق زنان وجود دارد، با خانم منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و عضو انجمن قلم در لندن گفتگو کردیم. انتخابات دوباره پیش رو داریم خانم شجاعی. زنان نمیتونن به عنوان نامزد در این انتخابات شرکت کنند، اما آیا به عنوان رای دهنده میتونن انتظار داشته باشند که مطالباتشون از طریق نامزدهاشون محقق بشه؟ خیلی ممنونم برای توجهتون به مسئله زنان در دوران انتخابات. در واقع این که زنها نمیتونن انتخاب بشن، این به مناسب موجب اصل 115 قانون اساسی این محدودیت برای زنان ایجاد شده و فعالان جنبش زنان همیشه در هر انتخاباتی این مسئله رو از سال 1384 به طور مشخص مورد اعتراضشون بوده. همواره هم سعی کردند که حضور داشته باشن در جریان انتخابات، به لحاظ اینکه صندوق رأی رابط شهروندان هست برای دستیابی به حقوقشون. بنابراین زنان بی توجه به صندوق رأی نبودن، ولی همواره حضورشون با نقد، با اعتراض و به طور مشخص با مطالبه بوده و باید دید که تا چه حد قرار نتایجی که از این صندوق رأی میاد نمایندگی کنه این مطالبات رو. حضور زنان مشروط هست به اینکه چقدر برنامه ها و مطالبات اونها از طریق این صندوق رأی تامین بشه. چه موانعی در برابر زنان در ایران برای رسیدن به حقوق و مطالباتشون وجود داره؟ تبعیض در قوانین موجب میشه که زنان نتونن به مطالباتشون دست پیدا کنن و برای رفع این موانع هستش که همواره کنشگران زن سعی کردن از طریق مسالمت‌آمیز، از طریق قانونی این قوانین رو مورد اعتراض قرار بدن، به موفقیت‌هایی دست پیدا کردن. به هر حال یک چالشی همیشه وجود داشته بین کنشگران و بین قانونگذاران و مجریان قانون که این
این موانع رو تشدید و پررنگ کرده. چه ابزاری برای گرفتن این حقوق زنان در ایران دارن؟ به طور کلی جنبش زنان به عنوان یه جنبش اجتماعی نوین، تنها ابزاری که برای اینکه برسه به حقوق خودش از طریق تغییر در قوانینه. خواست زنان از طریق فعالیت‌هایی که کردن، ائتلاف‌هایی که داشتن، کمپین‌هایی که تشکیل شده، این خواست به گوش مسئولین رسیده. جامعه هم حساس شده. این ابزاری که وجود داره باید در واقع ضمن اینکه استفاده بشه، استفاده آزادانه و راحت بشه، برای برگزاری سمینارها، برای نوشتن مقالات، برای ارتباط با مسئولین، برای اینکه با نماینده های مجلس اینها بتونن به طور مرتب در واقع این خواستها و مطالبات منعکس بشه از طریق اونا در دستگاه قانونگذاری، در دستگاه مجریه، این خواستها انعکاسش در اون حوزه ها امیدواریم که منجر بشه به تغییر قوانین. در غیر این صورت همواره این چالش وجود داره. این قضیه باید پیش بره از طریق مسالمت آمیز و خردمندانه باید باش برخورد بشه که شهروندان زن حق دارن که اعتراض کنن به قوانین تبعیض‌آمیز و مسئولین هم باید پاسخگو باشن و شنونده باشن نسبت به این مطالبات تا این نقطه کور از بین بره و تبدیل بشه به در واقع یک زندگی مدنی و مسالمت‌آمیز برای عموم شهروندان به ویژه زنان. خانم منصوره شجاعی، از اینکه وقتتون رو در اختیار شبکه ما قرار دادید و در این گفتگو شرکت کردید از شما بسیار سپاسگزار هستم. خواهش می‌کنم. متشکرم.